تحصیلات عالی مورا هست که از شیرخارگاه مکتب مسی تحصیلات عالی تا سطح پنتون تدریس میشن و این محوطه جایی که زنان برای زنان تحت شعار بله با میتوانیم درس و تحصیل را ادامه میدهند. پیش از امارات اسلامی هم چون پنتون ما یک پنتون سنتی است، یک فضای دخترانه است، و تمام اگیش یک محیط دخترانه است. پیش از امارات اسلامی هم تمامش دخترها بودن، درس ما با بسیار خوبی پیش می رفت، کدام مشکل نداشتیم. و حالا هم با آمدن امارات اسلامی چون تعداد شاگردها کم شده به خاطر انگیزه های منفی که داشتن، ولی در درس ما، در شیوه درس ما کدام تغییرات نامده، در شیوه درسی ما کنم تغییرات نامده، درس های ما کاملا مثل سابق شده، تا سابق هم کده خوبتر شده و در فضایی که هستیم، در محیط که هستیم کدام مشکلات نداریم. فرزانه جان یکی از مسئولین انستیتوت است، در بخش قابلگی درس میخوانند. فرزانه جان سلام، خوب هستین؟ سلام به شما و به کسایی که ما را از طریق تلویزیون شما تماشا میکنه. یک تن از مسئولین پنتون مورا در بخش قابلگی هستم. بسیار عالی. چی حس و چی حال داری که داری تو یک فضای دخترانه درس میخوانین؟ از خوبیای محوطه بگو و از ای که اگر مشکل دارین از مشکلاتش بگو، از استادایتان بیشتر بگو و از سهولتایی که داری مجتمع و داری کمپلکس بر شما هست. خوب، در نهاد که ما فعلا تحصیل میکنیم یک نهاد سنتی است، کاملا مطابق اسلام پیش میره و یک فضای دخترانه به خاطر خانما، به خاطر دختر خانما هستند که اینجا ما هیچ کدام مشکل نداریم و در قسمت درسی ما هیچ مشکل نداریم. تمام استادای ما بسیار استادای ورزیده هستند، بسیار با شیوه های خوب تدریس میکنن، هیچ مشکل نداریم. و فقط مشکلاتی که بعد از آمدن حکومت امارات اسلامی بر ما ایجاد شده، صرف در امین نهاد تعلیمی ما فقط تعداد محصلین ما کم شده، دیگه هیچ کدام مشکل نیست، بسیار درسای ما خوبتر پیش میره و به سرعت پیش میره. از پیش از وام که امارات اسلامی نامده بود، فضای ما کاملا فضای دخترانه بود، درسای ما خوبتر بود و حالا هیچ ما کدام ممانعتی از طرف امارات اسلامی به ما نیست و دیگه هیچ مشکل نداریم. ای کمپلکس یگانه کمپلکس هست که پس از آمدن امارت اسلامی در افغانستان به درس هایش ادامه میدهد و مشکلی که اینا میگن پس از آمدن امارت اسلامی تنها کمبود محصلین، آن هم به دلیل انگیزه نداشتن مردم به آمدن به خاطر درس و تحصیل است. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست میخوایم این رو برتون بگویم که پس آمدن امارات اسلامی زیادتر تغییرات در کشور، در تمام بخشا، اقتصاد، تحصیل، درس، همه چیز آمد و همه چیز در کل یک ضربه شدید خورد. و بزرگترینشی که دیگه دخترها را گفتن که از صنف 7 به بالا اجازه درس خواندن ندارن، که بسیار جای تاسف است. که و ما با امید ازی هستیم که انشالله
خداوند یک روشنی بکنه که دوباره اینا را اجازه بدن به درسشان، چون در خانواده های ما همیشه محصلین هم هستن و متعلمین هم هستن، چونی که ما میتونیم در این وقت بتونیم بیاییم، چون پانتون ما یک نهاد هست که از تمام بخش این چیز است که از هر لحاظ با کیفیت است که یک محیط کاملا زنانه داره به خاطر تحصیل و درس. از این نگاه دل ما جمع است، ولی همه متعلمینی که از صنف هفت اجازه به مکتب ندارن، به اونا واقعا جای نگرانی است، چون اونا هم آرزوهایی دارن، اونا هم امیدهایی دارن با این دیشان، و ای که یک سال دو سال به هر بهانه امارات اسلامی شوه، رخصتی شوه، و ای که کرونا شوه، اینا صدمی درسی میبینن، این بسیار جای تاسف است. و ما هم به امید ازی هستیم که انشالله در همین وقتا یک امید باشه که دوباره بتونن به درسشان ادامه بدن. به نام خداوند یکتا، ما وقتی که میاییم در این شرایط سخت میاییم به تحصیل خود ادامه میتیم، فضایی که ما در او درس میخوانیم، تحصیل خود ادامه میتیم، یک فضای کاملا امن است و هیچ مثلا با فرهنگ ما، با قانون امارت اسلامی کدام پرابلم خاص نداره. مثلا مؤسسه است که از طرف بانوان برای بانوان است، کدام مشکل خاص ما در تحصیل خود نمیدانم. و نهادهای دیگه که هم اجازه تحصیل بانوان ندارن، شاید به علت کدام پرابلمه، شاید به علت کدام مشکلات خاصی که دارن، اونا هم بتونن که به درسای خود ادامه بدن. دیگه من کدام مشکل خاصی ندارم، درس خاصی نداریم، چون در شرایط بزرگ شدیم، کلان شدیم که همیشه با مشکلات، مثلا دوره که مکتب بود دوره تمام کردیم و با این مشکلات مقابله میکنیم، کدام مشکل خاصی. نام شما؟ سامیه سگزی. سامیه جان، چقدر دیر میشه اینجا درس میخوانین؟ حدود یک سال میشه. در حدود یک سال تفاوت محوطه و کمپلکس مورا را امرای دیگه پانتونا چه قسم یافتی و محیطی که درس میخوانی؟ ماشاءالله این محیط فوق العاده است نسبت به دیگه پانتونا، چون ما این پانتونا که آمدیم، یعنی محیط کلان اسلامی است، بسیار یک محیط راحت است، یعنی محیط است که ماشاءالله استادشم فوق العاده است، برای ما شیوه تدریس ما فوق العاده است، همه چیز ما مطابق اسلام است. از این لحاظ هر فامیل برای دختر خانم ها انتخاب میکنن این کمپلکس، چون به از لحاظ اسلام، از لحاظ تحصیل مکمل عالی است و شیوهش با ما مطابق است. خواستت از دیگه فامیلا چی است که آیا دخترهای خدانه، کسایی که امرایشان است، از مکتب است، پانتون است و اما تو به کودکستان است، بیاین اینجا، نیاین اینجا، و خودت کدام انگیزه های خوب را برشان پیشنهاد میکنی که با مطابقم و شرایط بتانن اینجا بیاین؟ مثل که شما آگاهین، فعلا به طور کلی اینجا چون امارات اسلامی است در کشور ما، ما از همه فامیلم درخواستم است، چون اکثر فامیلا فعلا به طور کلی در دپرشن هستن، تنشن، یعنی تشویش بسیار زیاد دارن، دخترشان نمیتونن مکاتب برون، پانتون برون، به طور کلی بسته است. اما شکر خدا یگانه پانتونی که فعلا در تمام سطح کابل که ما میبینم باز است، پانتون مورا است که برای دختر خانم ها به طور کلی بسیار یک جای راحت و محفوظ است، میتونن بیاین. از فامیلا ما می درخواست است اگه میخواین به خاطر تحصیل و دوره مکتب و نوزادشان، به خاطر مو دوره کودکستان میخوان یک جای انتخاب کنن، میتونن بهترین جای، جای سیف که هست فعلا می پانتون مورا است، میتونن انتخاب کنن و بیاین تا وارزه های خود توسط می از پانتون مورا کمک بگیرن، میتونن برسن. ترس و نگرانیت از خانه تا پانتون آمدن چی است؟ فعلا یگانه ترس ما در امین است، چون مثل که شما میفهمین بسیار سر یگانه فوکس که کلگی دارن سر ایجاب هستن، دختر خانمایی که میخواین که بیرون میبرین ایجاب بکنین و امرایشان، یعنی که اندک رویه های درست نمیشه از لحاظ امنیت که فعلا کلگی میفهمین هیچ کس سیف نیست. ترس ما فقط امین است که زمانی که از خانه میبرایم در این ترس میباشیم که آیا ممکن ما پس به وضعیت که از اینجا بیرون میشم پس در خانه، یعنی برگشته میتونم یا نمیتونم، از خاطر یعنی فعلا ما به طور کلی یگانه مشکلتان فکر میکنین امنیت است؟ بله امنیت است. و دیگه ای که تهدید به خاطر حجابتان نشد؟ بله. و امین که و
و یک تشویش دیگه که فعلا همگی هماتنای مادران از لحاظ اقتصاد بسیار تشویش زیاد داشتن، چون به طور کلی برای خانم ها، چون ما خانم های داشتیم که در رتبه بسیار بلند کار میکردن، معاش داشتن، فامیلشان سپورت میکردن و فعلا بدبختن همگی در خانه خود ششتن نمیتونن فعلا بیرون برن به سرکار خود به فامیل خود حمایت کنن و فعلا هم تشویش یگانه تشویش بزرگ افغان تمام افغان ها با وجود امنیت یک اقتصاد ماست. این هم یکی از نمونه های دیگر واقعیت افغانستان، واقعیت کابل، این که پس از آمدن امارت اسلامی در افغانستان بیشتر از خانما وظایفشان را از دست دادند و نمی توانند از لحاظ اقتصادی خود و یا فامیل خود را سپورت بکنند. کتابخانه کمپلکس مورو هست. شما قسمی که میبینین بیشتر از محصلین در حال مطالعه کردن در کتابخانه هستن، بیشتر از خودشان میپرسیم، صحبت میکنن در مورد مزایا و خوبیایی که کتابخانه ایشان دارن. آیا میتونن تمام بخشایی را که نیاز دارن به مطالعه کردن در کتابخانه هست یا خیر؟ سلام، وقت شما بخیر. سلام، خوب هستین؟ ممنون. نام شما؟ صدا. صدف جان، چه مدت میشه بختر مطالعه کردن به کتابخانه؟ مدت زیاد میشه، از وقتی که می پنتونه شروع کردیم همیشه اوقات بیکاری میم و مطالعه میکنیم. چقدر دوست داری مطالعه کردن و کدام کتابا رو بیشتر میخونی؟ مطالعه کردن خوب، باید همه ما خوش داشته باشیم، یک بخش مهم زندگی ما باید باشه و ما قسم ما خودم هم دوست دارم و زیادتر اوقاتی که بیکار باشیم میم مطالعه میکنیم و زیادتر میم بخش بیبی رو میخونیم و در کتابای زمون مطالعه میکنیم، کتابایی که مربوط رشتهتان میشه. آیا شما فکر میکنین که در کتابخانه که شما میایین تمام مواد درسی که شما نیاز دارین قابل دسترستان است؟ بله، تمام مواد درسی که ما میخواییم و تا فعلا هم که خواستیم به دست آوردیم و وجود داره و تقریبا گنجایش 81,000 کتاب در کتابخانه ما است و هم به صورت سافت است هم به صورت هارد و هر دوش استفاده میکنیم. از ما پرسان کنین که کدام کتابا رو بیشتر مطالعه میکنین، من میگم رمان، من میگم که ملت عشق بخونین و من میگم که شما کیمیاگر بخونین. اما نه این فهم که دوستای دیگه چه کتابا رو دوست دارن. اگه از فیلم و از موسیقی هم از ما پرسان بکنین میگم کارتون ببینین، او هم سوسمار در صحرا. اما بیشتر دخترای دیگه که در اینجا وجود دارن میخوایم از ذوق و از شوق اونا هم بپرسم، آیا اونا چی دوست دارن؟ آیا کتابایی را که به دسترس دارن قابل قبول برشان هست؟ آیا کتابایی را که تازه به چاپ میرسه میتونن داشته باشن در کتابخانه یا خیر؟ سلام، وقت شما بخیر. سلام، نام شما؟ نجمه. نجمه جان، کدام کتابا رو بیشتر دوست داری مطالعه بکنی؟ من بیشتر کتابایی که مربوط رشته خودم میشه، بر علاوه بر ذکر مربوط رشته خودم میشه، کتابایی که زیاد رمان، یعنی کتابای رمان زیاد خوش دارم. قصه و شعر. نه این فهم، چرا دخترها گری خوردن با شعر و با موسیقی و با ادبیات؟ در کنار از اینکه خودت بی بی ای یا اقتصاد میخوانی، شوقت به نوشتن هست؟ ما بر علاوه از اینکه بی بی میخوانم، شوق زیادم به نوشته و شعر است. و شما اگر از نویسنده های حال بگوین، اگر از نویسنده های سابق بگوین که یارد؟ من مثلا شعرهای زیادتر شعرهای غزل خوش دارم و از نویسنده هاش میتونم گفته حافظ و مولانا. حافظ و مولانا را دوست دارن. چی فکر میکنی؟ آیا تمام امکاناتی که شما میخواین در این کتابخانه وجود دارن؟ بله، وجود دارد. تمام کتابایی که ما میخواییم که مطالعه کنیم در اینجا وجود داره، یعنی بر علاوه از اینکه رشته ما بی بی ایست، محصلای طب هم هستن که اینجا مطالعه میکنن و بر علاوه کتابای طب و بی بی ای کتابای دیگه هم وجود داره. و خواستتان از امارت اسلامی به خاطر
همچون نهادها و همچون مکانهایی که دیگه دخترها هم بتونن اشتراک بکنن چی است؟ مثل که ما میخواییم اینجا بیایم درس ما ادامه بتونم و تحصیل ما ادامه بتونم، مثل ماور هزاران دختر دیگه هست که میخوای درس تحصیل خود ادامه بتن و خواست ما ای است که به اونا هم اجازه داده شوه و پنتون در پنتون برشان باشه و که اونا بیان و درس تحصیل خود ادامه بتن. و امکاناتی که بر خودت مهیا است، خودت مطالعه میکنی، بیشتر خانما و دختر خانمایی که شوق علاقه دارن ولی مکان برشان وجود نداره چی میخواین از دولت؟ از دولت اینه میخواییم که بهتر یعنی یک مکان برای از اونا فراهم کنه که اونا هم درس بخوانن، مثل کمپلکس تعلیمی و تحصیلی مورا که بدون از او که شرایط طالبا باشه یا امارت اسلامی بیاین، پیش از اون ما جدا بودیم و در یک مکان جداگانه درس میخوانیم و حجاب خود مراعت میکردیم. تشکر بسیار زیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. شریف استانکزای هستم، رئیس انستیتوت علوم میسه زنان افغان مورا و خوشبختانه از جمله اولین کارمندای کمپلکس مورا هستم. و برتباط سوال شما باید بگویم که ما کمپلکس مورا یک نهاد زنان است و کارمندای زنان است، یعنی خدمات از طرف زنان بر زنان است. بر او زنانی که یعنی سالها محروم بودن از درس و تعلیم و پیش برد درسشان و دلایل گوناگون، مثل از اینکه ما شما جامعه سنتی است، وقتی که والدین تصمیم بگیرند که دختر در یک سن چی قانونی باشه چی نباشه ازدواج کنه، چی آرزوهایش در نظر گرفته شوه یا نشوه ازدواج کنه و او از تحصیل باز میمانه نظر به خانواده پیدا کردن و طفل پیدا کردن، باز ما این امکانات برشان مهیا ساختیم که از طفل در روزه خود که داشته باشند بیان اینجا تحصیل خود پیش ببرند و شیرخوارگاه برشان داریم، کودکستان است و همه قسم کسایی که طفلایشان مکتب میرن، امروی خودشان طفلای خود میرن به مکتب تسلیم میکنن و میان خودشان به اعصاب آرام در بخش تحصیلات تعلیم و تحصیلات خود پیش میبرن و دیگه ای که یعنی در یک محیط امن و سالم از هر نگاه با اعصاب آرام، چون طفلشان پیششان است، امکانات زیر دارند به او تماس داشته باشند، یعنی در یک محوطه دیگه. و پالیسی و مقررهایی که ما برای از اینا داشتیم، لایحه که برای مسئولین خود داریم، اولی که هم ما افغان هستیم و در پولیش شکر الحمدلله مسلمان، باید امو اصول افغانیت و اسلامیت در نظر بگیرن. امی پالیسی در کل از خود کمپلکس مورا هست. در ضمن وقتی که تحول آمد، چون ما امی مقرره ما بود، امی پالیسی های ما بود و از طرف مسئولین امارت هم آمدن و ارزیابی کردن ما را و دیدن که کدام چیز خلاف ما مطابق امی لایه ها و پالیسی های خود امارت هم هستیم. از قبل دیگه باز اجازه زیر دادن که ما پنتون باز کنیم و تحصیلات مسئولین ما که به دلایل گوناگون قبل از وام کرونا و این موضوعات به تعویق افتیده بود، ما دوباره ایر آغاز کنیم و فعلا هم کدام مشکل خاصی ما هیچ نداریم. تنها یگانه مشکل ما که است، خب هر تحول که میای یگان تغییرات ایجاد میشه، تعداد زیادی از فامیلا رفتن از کشور، دیگه او یعنی یک ضایعه است بر ما، تعداد زیاد شاگردا و مسئولین خود ما از دست دادیم و اونا هم تحصیلشان ناقص ماند. و یکی هم موضوع اقتصاد است که زیاد کسا بیکار شدن، یک ذره برکود اقتصادی مواجه شدن و اونا حال نمیتونند بعض حالات پیش ببرند تحصیلات خود و این مشکلات دارند و بعض هم دلایل مختلف خود دارند. اما ما برشان ایره میگیم که ما از برشان باز مطابق همین شرایط اقتصادی بسیار بورسی ها را اعلان کردیم، تخفیف های خاص اعلان کردیم که اونا بتانن با می شرایط و وضعیت فعلی ما خود بر از اونا سازگار بسازیم. زمان که شما در اینجا کار شروع کردیم، چه تعداد محصلین تو این فارغ دادیم و فعلا چه تعداد محصل همراه شما هستیم؟ ما از روزی که بیشتر براتون گفتم، اولین کارمند ایجا هستم و هم در بخش تدریس و هم در بخش خدماتی و هیئت رهبری ما دخیل هستم
ما به دوره های مختلف فرزند ما تنها از مسئولیت انستیتوت که دارم فعلا ما 6 دور محصل فارغ دادیم و خوشبختانه همشان در جاهای که میرن برای کار بسیار خوب پذیرفته میشن چون اون بک‌گراند ما و تدریس که اینجا میشه برای همگی واضح و روشن است و یک تعدادش هم حال در جریان درس هستند و همه قسم در قسمت مسئله تحصیلات عالی هم مسئلین ما چون 6 سال دیگه میشه از تاسیس مورا ما سمسترهای بلند مسئلین داریم که انشالله در اگر قسمت یاری کنه و کدام مشکل دیگه ایجاد نشه اونا به خیر فارغ میشن و در غیر از او بخش طب ما هم نمی موضوعات رخصتی کرونا و رخصتی های تحول درسایشان به طویق انداخت اگر نیم سال اونا هم فارغ میشدن و همه قسم در رشته بی بی ما و در مکتب هم ما از صنف اول تا صنف 12 مسئلین داریم و چون به شما سوال خواهد بود که تاسیس تان 6 سال است چطور در صنف 12 و وقت ما در صنف 12 از امروز اول شاگرد داشتیم بخاطر که اونا تبدیل کردن از دیگه مکاتب ایجا خوده وقتی که دیدن محیط و شرایط و امکانات و شیوه تدریس از دیگه مکاتب ایجا تبدیلی آوردن و ما اونا را پذیرفتیم چون امکانات داشتیم برشان صنف ایجاد کردیم از مکتب ما فارغین داریم اما قسم از کودکستان ما حتی فارغ میکنیم چون طفل از صنف آمادگی و نرسری به پا میگیریم و بالاخره وقتی که 7 ساله شدن بخیر باز برشان محفل فراغت میگیریم و از اونجا فارغ میشن به مکتب تقدیم میکنیم. تعداد مسئلین که ایجا ما فعلا داروم و تقریبا در حدود 100 محصل داشتم که از 100 وقت گفته میتونم که 20 یا 30 فیصدش فعلا نظر به دلایل گوناگون فعلا نیستن و نمیاین امرای ما درس پیش نمیبرن چیزش خارج رفتن بیرون از کشور و چیزی هم نمیفهم به کدام دلایل خانه هستن. کار کنه تا اینجا پرکتسش قوی شود و ما اینجا برای تمام پروسیجر امکانات زیر داریم مدل های مختلف داریم برای فرزن یک جنین از سن صفر تا زمانی که ترم میشه یا پختگی میرسه اعضای مختلف بدن این کلش و یک امکانات چیه برشان داریم مدل برقی ولادی است که از طریق قضیب اینا میبینند که خانم پروسیلی برای چه قسم تایی میکنند
و سال از این تمام پروسیجر را کار میکنن پانسمان و احیای مجدد یک مراقبت طفل اینا کلشان چیزایی است که مسئولین ما باید بفهمن و سال از این کار کنن دیگه اینی متوداست بسم الله الرحمن الرحیم نام مایش است یکی از مسئولین پانتون مورو هستم من خودم از وقتی که اینجا درس میخونم طبق سوال شما جواب میتونم از وقتی که مراد اسلامی در اینجا اومده در سیستم تدریس ما اصلا هیچ کدام تغییرات به وجود نامده به خاطر که خوبیش و امکاناتش که اینجا کسه اولین خوبیش که است خود از اینجا کسه محیط زنانه است فقط برای خانم هاست یک محیط بسیار آرام زنانه و دیگه به می خاطر به می دلیل اولین بعد از آمدن امارت اسلامی هم که اولین پنتون که به تدریس شروع کرد درسای خود شروع کردن به ما اجازه دادن به پنتون ام پنتون ما بود به خاطر که اینجا فقط برای خانم ها است کدام اونا کدام امانت ایجاد نکردن کشور دختران هنوز به مکتب نمی روند. مورا نماد از پیشرفت زنان برای افغانستان است. امارت اسلامی معتقد به تحصیل زنان در چارچوب شریعت اسلامی است. در حالی که تا هنوز به آن عملی نشده است. هزاران دختر مثل ما در این کشور می خواهد که ادامه تحصیل بدهد و خواستم از دولت جدید ما از وزارت تحصیلات عالی یه است که امی فیس نهادهای خصوصی را کم کنه تا بتانه امی مسئولین به راحتی تحصیل خود ادامه بدهد.